امشب در 24 درخواست وزیر خارجه ایران از آمریکا برای تمرکز بر راه حل سیاسی. در پی حمله نیروهای نیابتی تهران به پایگاه آمریکایی در اردن، سناتور جمهوری خواه به ایران اینترنشنال گفته فکر میکنه پاسخ واشنگتن شدید خواهد بود. درخواست حزب محافظه‌کار در پارلمان کانادا برای برخورد با اقدامات جمهوری اسلامی، افزایش فشارها بر اتاوا برای مقابله با تهدیدات تهران. ریاض برنامه آرامکو برای افزایش تولید نفت را متوقف کرد. بلومبرگ نوشته شرکت ملی نفت عربستان عرضه سهام شرکت را دوباره آغاز می‌کند. و صعود سخت تیم ملی فوتبال با پیروزی در ضربات پنالتی، ایران با حذف سوریه حریف ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی شد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بر سر حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به پایگاه برج 22 در اردن، وزیر خارجه ایران از آمریکا خواسته به گفته او بر راه حل سیاسی متمرکز بشه. در همین حال رسانه‌ها و ناظران در آمریکا هم درباره واکنش احتمالی واشنگتن به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن میگن بایدن در روزهای آینده دستور حمله به افراد و تأسیساتی رو صادر می‌کنه که حمله پهپادی به این پایگاه آمریکایی رو تسهیل کردن. تاد یانگ سناتور جمهوری خواه در پاسخ به آرش علایی گفته پاسخ شدیدی از سوی آمریکا داده خواهد شد، اما در هر صورت اعضای کنگره دولت بایدن رو باید برای هر اقدام یا بی‌عملی پاسخگو کنند. I think there will be a vigorous response by the United States. فکر می‌کنم پاسخ شدیدی از سوی آمریکا داده خواهد شد. اینکه سریعاً پاسخی داده نشده به این معنی نیست که لزوماً پاسخی وجود نداره. کسانی که مسئول این حمله هستند باید تاوانش رو بپردازند. مردم آمریکا خواستار پاسخ هستند و این چیزی که در نهایت برای برقراری مجدد ثبات و بازدارندگی در منطقه لازمه. اظهارات مقام‌های ایران برای مخاطبان داخلی خودشون گفته شده. من فکر می‌کنم رئیس جمهور ما باید گذشته گفته‌های تحریک‌آمیز مقام‌های ایران رو بررسی کنه تا بفهمه که چگونه آرامش رو دوباره برقرار کنه، و این چیزیه که او در حال حاضر روی اون تمرکز کرده. امیدوارم که اعضای کنگره دولت بایدن رو برای هر اقدام یا بی‌عملی پاسخگو کنند. این تمام چیزیه که فعلا میتونم بگم. آرش علایی همطور با سناتور جان فترمن از ایالت پنسیلوانیا هم گفتگو کرد و نظر او را در مورد واکنش آمریکا به حملات گروه‌های نیابتی ایران پرسید. I think they need to be punished and I think they should be hit hard. فکر می‌کنم نیروهای نیابتی ایران باید مجازات بشن و باید به شدت بهشون ضربه زد. رئیس جمهور گفته ضربه زدن به اونها به انتخاب خود دولت برمیگرده و اگه اونا تصمیم به انجام این کار بگیرن قطعاً هم بهش رسیدگی میشه. البته من با سناتور لینزی گراهام موافق نیستم که میگه باید به ایران حمله کنیم. البته اگه قطعاً قراره به نیروهای نیابتی ایران حمله بشه باید حمله محکم و سخت انجام بشه. من از تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت میکنم. هر کشوری که به شکل آشکار از تروریسم حمایت میکنه باید مجازات بشه. این به این معنا نیست که اونا باید به طور مستقیم مورد حمله قرار بگیرن، اما قطعاً باید مجازات بشن. امروز در تهران هم فرمانده سپاه پاسداران گفت از سوی مقامات آمریکایی تهدیدهایی شنیده و سپاه هیچ تهدیدی رو بی پاسخ نمیذاره. حسین سلامی گفته جنگ طلب نیست، اما از جنگ هم نمیترسه. در همین حال ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگه کلید امنیت منطقه خاورمیانه و اسرائیل
برخورد مناسب با ایرانه. از نظر آقای برنز، بحران خاورمیانه رژیم ایران رو گستاخ‌تر کرده و جمهوری اسلامی آماده است همزمان با توسعه اتمی و حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین تا آخرین نیروهای نیابتیش بجنگه. رئیس سازمان CIA گفته آمریکا به تنهایی مسئول حل مشکلات پیچیده منطقه خاورمیانه نیست، اما هیچ کدام از این مسائل هم به گفته او بدون رهبری فعال ایالات متحده حل یا حتی مدیریت نمی‌شود. شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان به ما پیوستند. آقای شهید سالس، آیا اونطور که رئیس CIA میگه آمریکا رهبری فعالانه داره میکنه الان در منطقه یا نه؟ ببینید، به نظر من مسئله رهبری الان در شرایط فعلی مطرح نیستش. اون چیزی که مطرحه اینه که آمریکا هدف آماج حمله های نیروهای نیابتی ایران قرار گرفته و فعلا موضوع رهبری نیستش. موضوع در واقع رویارویی غیر مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا هستش. اینکه آمریکا واقعا چه گزینه‌هایی داره، به نظر من تمام آنالیست‌ها در این مورد صحبت کردند و حمله به ایران، همونجور که الان هم آقای فترمن گفته، حمله به ایران خیلی کار ریسکی هستش. یه مسئله‌ای که نادیده گرفته میشه تو این جریانات به نظر من مسئله نفت هست که بسیار عمده است. حالا اگر که به اصطلاح در ادامه برنامه خاصی من در این مورد توضیح میدم که چجوری ممکنه برای آقای بایدن و آمریکا در کل گرفتاری ایجاد بکنه اگر وارد درگیری مستقیم بشه. ولی به نظر من همونطور که گفتم مسئله رهبری نیست، مسئله اداره این موضوع. آیا حمله به نیروهای نیابتی هر چقدر هم سخت باشه، هر چقدر هم محکم باشه، آیا واقعا پایان این کار خواهد بود؟ به نظر من نه، این جریان ادامه خواهد داشت و پایانی برش نیست. این که میگن بازدارندگی، به نظر من عملی هم نخواهد شد. حتی اگر حملات خیلی سختی به مراکزی که ایران در سوریه داره، مثل دیروزور، مثل دوکمال و در عراق داره، به نظر من پایان این قضایی نخواهد. آقای مهدوی آزاد، ایالات متحده بارها به کرات در این چند ماه گذشته گفته که دنبال افزایش تنش‌ها در منطقه نیست، ولی خب از طرف دیگه مشخصه که ایران و گروه‌های نیابتیش دارن چنین کاری میکنن. تا قبل از این حملات اخیر به پایگاه آمریکایی‌ها در اردن میتونستن به قول غربی‌ها بندازنش زیر فرش، بگن که نه، گروه‌های نیابتی بودن، محکوم میکنیم، خیلی اقدام جدید جدی نبوده. ولی این بار دیگه خب نیروهای آمریکایی کشته شدن و صدای بسیاری در کنگره در اومده. فقط هم جمهوری‌خواه نیستن، بعضی از دموکرات‌ها هم دارن اعتراض میکنن. چقدر فکر میکنید که یک جواب نصف و نیمه از سمت دولت بایدن میتونه افکار عمومی رو و سیاستمداران اینجا در آمریکا راضی کنه؟ بله، قبلش بگم اینطوری که الان منابع آمریکایی داره ترس پیدا میکنه و ادعا میشه، حالا نمیدونم چقدر درسته و اگرم درسته چقدر میمونه، گفته میشه که در واقع آمریکا تصمیم گرفته که دوره یک ماهه به در واقع واکنش بده، یک ماه در واقع عملیات مداوم انجام بده که هم سایبری هست و هم نظامی، و گفته میشه داخل ایران هم نیست، اما در واقع منابع یا جاهای مربوط به ایران، مال ایران، مال سپاه پاسداران در خارج از ایران هست. ظاهرا پیامی هم که منتقل شده دیروز خیلی سرسختانه بوده، خیلی جدی بوده، به همین خاطر هم در واقع میبینید که گروه های ایران در واقع مثلا کتاب حزب الله برای اولین بار یهو گفته ما حملات متوقف میکنیم، در واقع اولین بار بعد از این تشدید تنش. اونطور به صحنه که نگاه میکنید از طرف ایرانی واقعا قابل فهم نیست. الان هم امروز حرفای آقای سلامی که شما پخش کردید، میگه ما شما را آزموده ایم، منظورش آمریکا است، شما ما را آزموده ایم. اصلا برای چی ایران خودش را حریف آمریکا معرفی کرد؟ اصلا واسه چی میخواد با آمریکا دست و پنجه نرم کنه؟ ببینید، شما متوجه نمیشید که هدفش از این در واقع جنگ دائمی و فرسایشی در حوزه منافع ملی و حوزه بین‌الملل دقیقاً چی هست، چی میخواد. خیلی وقت دیروزم توضیح دادم این کاراش اصلا برخلاف سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی، یعنی این کاراش اتفاقا باعث میشه آمریکا سخت‌تر بتونه از منطقه بیرون بره. این یکی. و دوم، اساسا در واقع موقعی که مسئولیتشون نمیپذیرن و سریع همه میگن ما نبودیم، خب اصلا معلوم نیست واسه چی این کارو میکنن. یعنی به اون پهپاد میدن که اون بزنه آمریکایی بکشه، بعد میگه ما نبودیم. برای چی؟ یعنی از کشتن یک آمریکایی لذت میبرن. این مختزیات انشاء که توضیح هم قبلا دادم، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل کرده به یک ساختار غیر قابل پیش بینی و دیوانه، نه از جنس قدرت
قدرتی مثل چین یا روسیه. قدرتی مثل چین یا روسیه با آمریکا دست و پنجه نرم میکنه، منافع میخواد، سهم بزرگتری از کیک قدرت میخواد، چیز برای صادرات داره، چیز برای واردات میخواد. چیزی مثل جمهوری اسلامی شبیه حوثی های یمن دقیقاً مشخص است چی میخواد. این الان آمریکا اگه بایدن بگه من چی به شما بدم، مثلا با ما سوال میکنید، هر چی هم بدم باز میگم ما با شما مذاکره نمیکنیم. من فکر کنم این واقعیت تلخ خیلی از کارشناسان میدونن، خیلی از در واقع سیاستمداران میدونن، منتها خب واقعیت نیستش که سیاست در واقع سیاست آقای بایدن حتی سیاست دموکرات ها هم نبوده. یعنی شما خب اوباما هم دموکرات بود، خب در اوباما حداقل اون تحریم های سرسختانه که گذاشت باز حداقل چیزی بود که جمهوری اسلامی آورد پای میز مذاکره. و من راستش بخواد سیاست آقای بایدن من مجبورم بگم که نه سیاست دموکرات ها با سیاست کانزرواتیو ها راستان که خیلی فاصله داره، نه تنها افکار عمومی رو قانع نمیکنه، دولت مردان دو طرف قانع نمیکنه، بلکه حتی شما میبینید یه سری از طرفداران میانه رو حزب دموکرات هم راستش بخواد ناراضی هستن. این سیاست به وضوح سیاست ضعیفی است، به وضوح در واقع باعث شده که یک نوع احساس اقتدار پوشالی در ایران تقویت بشه و به وضوح علیه منافع آمریکا، منافع منطقه و همه چیز است. من فکر می‌کنم حتی اگر آقای بایدن شروع بکنه به یه سری پاسخ دادن هم باز از این حد در واقع بیشتر نخواهد رفت و در واقع حتی میگم طرفدارای خودش بخششون رو قانع نمی‌کنه. آقای شهید سالسان چه که سیاست‌های ضعیف آقای مهدوی آزاد توصیف کردن، اینجا در آمریکا هم خیلی از به خصوص سناتورهای جمهوری خواه و نمایندگان مجلس جمهوری خواه میگن که مواضع آقای بایدن خیلی ضعیف بوده در مقابل ایران. چرا اینطور هست؟ یعنی چه نقطه ضعفی وجود داره؟ آیا نگرانی از شعله ور شدن آتش در منطقه است؟ آیا نگرانی از کنترل خارج شدن برنامه هسته ایران؟ به نظرتون چه هست دغدغه اصلی کاخ سفید که اینقدر محتاطانه عمل میکنه؟ ببینید، من همونطور در قسمت اول گفتم الان بهش میپردازم. مسئله نفت مسئله خیلی مهمی هستش، مسئله ای هستش که به نظر من همه جناح تو امریکا حتی جناح جمهوری خواهم روی این مسئله خیلی حساب میکنه. شما نگاه کنید درگیری با ایران، حالا بگذاریم از این که به قول شما حالا ممکنه شعله ور بشه کل منطقه رو بگیره اینا، ولی درگیری با ایران، تنگه هرمز جایی هستش که 40% نفت تجارت شده در دنیا از اونجا میگذره و 20% نفت کل تولید شده در دنیا از تنگه هرمز میگذره. شما برین تو دریای سرخ الان، جایی که به هر صورت روسیه اونجا رو ناآرام کردن، از طرف جنوب از باب المندب و طرف شمال از کانال سوئز حدود 10% باز نفت تجارت شده دنیا از اونجا میگذره. این دوتا رو که جمع بکنی یه چیزی حدود نیمی از نفت که تو دنیا داره تجارت میشه از این دو منطقه عبور میکنه. خب اگر الان آمریکا بیاد با ایران درگیر بشه، حالا سیاست قوی تر من نمیدونم یعنی چی، یعنی اینکه بیاد به ایران حمله بکنه. خب اگه بیاد حمله بکنه، قیمت نفت، شما نگاه کنید الان تمام متخصصا و کارشناسای نفت میگن سر به آسمون میکشه، 100% حد 100 دلار رو پشت سر میذاره. همین سه نفر که کشته شدن مدت ها بودش که قیمت نفت حدود 70-75 دلار بود، الان رسیده بالای 80 دلار، 81 دلار، 82 دلار. حالا آمار چین البته اومد بیرون که اقتصادش یه ذره آروم شده، آهسته تر شده، یه مقدار حدود 1.5 دلار افتاد، ولی به هر صورت مسئله نفت یه مسئله بسیار اساسی هم برای کل منافع امریکا که تورم‌زا هستش، که امریکا تازه از شر تورم داره خلاص میشه، و دوم برای خود آقای بایدن. شما میدونید قیمت بنزین به طور تاریخی نقش بسیار عمده‌ای تو انتخابات امریکا بازی می‌کنه و بنابراین دست دادن به یه همچین کاری، حالا بگذاریم از اینکه عواقبش چی میتونه باشه، چقدر اونجا دارایی‌های امریکا و افراد امریکایی اونجا میتونن کشته بشن و به اصطلاح مصیبت بشه برای امریکا، این که واقعا آیا اثر داشته حرکات جمهوری اسلامی، اینو ما باید توجه داشته باشیم. همین الان امریکا داره با عراق گفتگو میکنه که 2500 تا سربازی که داره از عراق با اینکه اصرار داشته هیچ وقت خارج نشن از اونجا خارج بکنه. این هدف جمهوری اسلامی است، میخواد امریکا رو از اون منطقه بیرون بکنه، اما در این حال جنگ هم نمیخواد ولی هرج و مرج میخواد، و این هرج و مرج هم دلشون میخواد منتهی بشه به اینکه امریکایی‌ها از منطقه خارج بشن. البته نگاهی هم به جنگ غزه هستش، فشار هم برای اسرائیل بیارن به جنگ غزه رو متوقف بکنه، چقدر اینجا بتونن موفق بشن اونم باید ببینیم زمان چجوری میکنه. ولی به هر صورت در مجموع به نظر من اینی که میگن آقای بایدن ضعیف عمل کرده، به نظر من از چون یه مسئله دیگه واقعا تحریما هستش دیگه، از این تحریما بیشتر من فکر نمی‌کنم بشه برای ایران گذاشت. تنها کاری که میتونن بکنن
اینه که به چین فشار بیارن بگن خرید از ایران متوقف بکنه، چون ایران حدود 1.8 میلیون بشکه نفت داره الان میفروشه که عدد ظرفیت صادرات هم 2,200,000 تا هستش، البته خب با تخفیف هم داره میفروشه، ولی آیا همین 1,800,000 بشکه از بازار نفت خارج بشه چه اثری روی قیمت نفت میذاره؟ باز اینم یعنی دست و بال امریکا واقعا بسته است. این الان زیاد هم با آقای بایدن نباید شما نگاه کنید، کلا دست و بال امریکا بسته است. اگر ترامپ هم بود به نظر من بیشتر از این نمیتونست عمل بکنه. پس صبر کنیم ببینیم که عاقبت این کار به کجا میکشه. آقای مهدوی آزاد، در یه تصویر بزرگتر اصلا تضعیف بایدن برای خود جمهوری اسلامی ایران هم ضرر نیست آیا؟ یعنی اینکه اینقدر تخم مرغاشون رو در سبد یک دولت بذارن که بالاخره معلوم نیست سال دیگه همین موقع در قدرت باشه یا نه، چقدر میتونه برای اونها مخاطره‌آمیز باشه؟ اصلا این همون قسمت عجیب و غریب سیاست های جمهوری اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که سرتاش به هم نمیخونه و شما واسه همین من میگم با منافع ملی دنبال نمیکنه. واضح هست برای جمهوری اسلامی ایران بایدن به مراتب بهتر از ترامپ یا یه جمهور جمهوری خواه، مگر اینکه بگیم جمهوری اسلامی مثلا آخرالزمانی فکر میکنه از نگاه روسیه، مثلا پوتین فکر میکنه و مثلا فکر میکنه آمدن کسی مثل آقای ترامپ به تنش های داخلی آمریکا دامن خواهد زد که البته میزنه و مثلا منجر خواهد شد مجموعا آمریکا تضعیف کنه. مگه بگیم از این زاویه؟ در این صورت واضح اوایل انقلاب هم اینطوری شد، اوایل انقلاب هم خیلی خیلی در واقع رئیس جمهور دموکرات برای جمهوری اسلامی بهتر بود، اصلا اگر نبود کارتر اصلا جوری شکل دیگه بود، منتها اینا بحران گروگانگیر انقدر طول دادن قدرت دادن دست دموکرات محافظه‌کارا و بعد گروگان هم فرداش آزاد کرد، همین قدرت محافظه‌کارا گرفتن دستشو فرداش گروگان‌ها رو آزاد کرد. این در واقع شاید آدم پیش خودش فکر کنه این نشانه از هایجک شدن سیاست خارجی ایران یا نفوذ مثلا خارجی‌ها در ایران. من در مورد فرمایشات دوستمون چند تا نکته بگم. ببینید خیلی من فکر می‌کنم اغلب ما مخالف جنگ هستیم، خیلی واضح هست که جنگ هم دموکراسی نمیاره و خیلی هم فکر می‌کنم واضح هست که هیچ کسی در دنیا فکر نمی‌کنه که آمریکا چه جمهوری‌خواه چه دموکرات قصد داشته باشه ایران رو مثل عراق یا افغانستان بگیره. آمریکا همچین توانی الان نداره، توان متعارف، همچین قصدی هم نداره، همچین علاقه‌ای هم نداره، از ابتدا هم چیزی نبوده، اگر بوده حملات محدود بوده. اصلا بحث حمله نظامی نیست، بحث در واقع قدرت میگم قوی برخورد کردن. ببینید همین الان یک پیام قوی فرستادن کتاب حزب الله پس که گفت عملیات هم متوقف میکنم. به همین سادگی 7 اکتبر خاطرتون هست بعد از اینکه در واقع حماس به اسرائیل حمله کرد، آقای بایدن محکم وایستاد گفتش که با اینکه دلمون خونه تهدید میکنیم، هر کس بخواد تهدید رسمی ایالات متحده آمریکاست ناواشو فرستاد. خب خیلی خاطر ببین تو یکی دو ماه اول جمهوری اسلامی عقب بود، یکی دو ماه اول کاری نمیکردن. حزب الله لبنان هر دو سه روز گذشت هر یکی دو روز با این در واقع خمپاره های ضد تانک یه دونه شلیک میکرد به سمت اسرائیل. سکوت آمریکا اینکه میگم ضعیف عمل کردن همین هست. در مورد تحریم ها نه، شما دو اوبامای دموکرات تو مقایسه کنید با دولت بایدن، خب سیاست از قابل مقایسه نیست. قبول دارم دولت ایالات متحده آمریکا دستش بسته است، قبول دارم الان نظم جهانی به حال دچار تغییراتی شده، مسئله اوکراین پیش اومده، روسیه شمشیر کشیده، اینا رو همینا رو قبول دارم. به شکاف بین اروپا و آمریکا هست، راستگراها در اروپا سر کار اومدن، در واقع تمایل به ملی گرایی بیشتر است و اساسا ناتو خیلی جاها تحت فشار است، اینا همه قبول. منتها در مجموع شما نگاه بکنید آقای بایدن در روز اول لازم نبود چراغ سبز بده که چین بتونه انقدر در واقع نفت بخره. تازه این نفت هم کاش پولش میرفت جیب مردم ایران، اگه بود به خود من خوشحال میشدم. مسئله این بود که این نفت هم باز علی خامنه‌ای و حکومت استفاده کردن برای اینکه تحریم های روسیه رو بی اثر کنن و دست ولادیمیر پوتین مقابل آمریکا رو تقویت کنن. در مجموع اگر نگاه بکنید حتی آقای بایدن بعد از روی کار اومدن نه در قبال برجام در واقع کار خاصی کرد و بعد که دید جمهوری اسلامی تمایلی به برجام نداره رها کرد پرونده رو، همونجا میتونست رها نکنه، پیگیری بکنه. الان داستان به جایی رسیده که دیگه در واقع هیچ که آقای بایدن در نمیخواد ریسک بکنه، در انتخابات به ضررش میشه. خب جمهوری اسلامی از این فرصت خیلی فرصت طلب حکومت ایران به معنای در واقع حرفه ایش از این فرصت داره استفاده میکنه و خب یه سری معادلات هم با هم ناسازگاره. منتها همین شرایط هم دوباره در 24 ساعت اخیر ببینید پیغام قدرتمند یا برخورد قدرتمند موجب عقب نشینی خواهد شد. ممنونم از هر دوی شما، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن و شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا. ارتش اسرائیل اعلام کرده که با هواپیماهای جنگی بامداد چهارشنبه در پاسخ به موشک از سوریه زیرساخت‌های ارتش سوریه را هدف قرار داده. بیانیه ارتش جزئیاتی درباره تلفات یا خسارات ناشی از این حملات هوایی به جنوب سوریه ذکر نکرده. همکارم بابک اساقی از تل‌آویو گزارش می‌دهد.
در حالی که جنگ در لبنان و همچنین در نوار غزه و در مرزهای شمالی و جنوبی اسرائیل ادامه داره، مرز اسرائیل با سوریه هم در این روزها پرتنش هستش. در حال حاضر اسرائیل به 3 نوع حمله حداقل آنچه را که به اسرائیل نسبت میدن در سوریه انجام میده. یکی از این حملات حملاتی هستش که سالهای متمادی ادامه داره، حملات انتقال اسلحه هستش و تلاش این کشور برای جلوگیری از انتقال اسلحه از جمهوری اسلامی ایران به سوریه و از اونجا به لبنان، کاری که همانطوری که گفتم سالهاست ادامه داره. حملات بعدی که به اسرائیل نسبت داده میشه سوء قصد هایی هستش که به جان برخی از افرادی که هم به جمهوری اسلامی ایران هم به حزب الله و هم به فلسطینیان ارتباط دارن انجام میشه، که آخرین اونها رضی موسوی بود، یکی از اعضای برجسته سپاه قدس در سوریه، و یکی دیگر از حملات اسرائیل پاسخی هستش به حملاتی که گروه‌های فلسطینی که در مرز با اسرائیل حضور دارند و از طرف جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میشن انجام میشه. این آخری را اسرائیل اصولاً به عهده میگیره و در رابطه با اون ارتش اسرائیل بیانیه میده. امروز هم ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته در پاسخ به پرتاب‌های موشک‌هایی که به سمت جولان انجام شده و به گفته ارتش اسرائیل در مناطقی که ساختمانی در اونجا وجود نداره به زمین خورده و خسارات و تلفاتی هم به بار نداشته، به زیر ساختهای نظامی رژیم سوریه در منطقه درعا در جنوب این کشور حمله کرده. هنوز از آنچه که در درعا گذشته و خسارات و تلفات چیزی منتشر نشده. روز دوشنبه نیز در حمله‌ای که باز به اسرائیل منتسب هستش 8 نفر از جمله چند نفر که گفته شده از نیروهای نیابتی طرفدار جمهوری اسلامی هستند کشته شده. رسانه‌های خود ایران هدف این حمله را مراکز و مناطقی که مستشاران ایرانی در اونجا هستند عنوان کردن. روز چهارم دی هم باز حملاتی به اسرائیل نسبت داده شد که همانطوری که گفتم رضی موسوی، یکی از فرماندهانی که در حقیقت فرمانده اصلی سپاه قدس در سوریه هست، در اون کشته شد. پیش از اون هم اسرائیل به یکی از محله‌های شهر دمشق حمله کرد که در اون ساختمان گفته شد که بسیاری از نیروهای جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. خود سپاه پاسداران در بیانیه رسمی از مرگ 4 نیروی سپاه پاسداران که 2 تن از اونها را مقامات عالی رتبه سپاه خطاب کرد کشته شدند. در حال حاضر همانطوری که می‌بینیم اسرائیل تلاش می‌کنه، در حالی که در جنوب لبنان با حزب الله به شدت درگیر هستش و تقریبا هر روزه تبادل آتش ادامه داره، از میدان سوریه هم غافل نشه و همانطوری که گفتم هم نقطه زنی هایی را در اونجا انجام میده که مرکز اون افراد سپاه قدس ایران و همچنین نیروهای نیابتی ایران در سوریه هستند و همچنین هنوز تلاش میکنه که جلوی انتقال اسلحه را و انبارهای اسلحه را و همچنین مخازنی را که این امکان وجود داره که اسلحه ها از اونجا به حزب الله لبنان برسن را مورد هدف قرار میده. همچنان جنگ در تمامی جبهه ها ادامه داره. بابک اسحاقی، تل آویو. شورای امنیت سازمان ملل درباره تصمیم دادگاه الهی که از اسرائیل خواسته از اقدامات نسل‌کشی در غزه جلوگیری کنه تشکیل جلسه داده. نشستی که از سوی الجزایر درخواست شد و وزارت خارجه این کشور گفته بود هدف این جلسه این بوده که تصمیمات موقت دادگاه بین‌المللی دادگستری علیه اقدامات اسرائیل رو الزام‌آور کنه. دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه اعلام کرد که اسرائیل باید از اقدامات نسل‌کشی در جنگ با حماس جلوگیری کنه و اجازه ارسال کمک به غزه رو بده، اما از درخواست برای پایان دادن به درگیری‌ها خودداری کرد. همکارم مریم رحمتی از استودیوی ما در نیویورک با ماست. مریم، در این جلسه چه گذشته، چه میگن؟ فضای
جلسه شورای امنیت و مذاکرات پشت درهای بسته دقایقی قبل درباره حکم دادگاه لاهه به پایان رسید. این جلسه پس از این برگزار میشه که هفته گذشته دادگاه لاهه دستور داد که اسرائیل از نسل‌کشی در نوار غزه جلوگیری کنه و اقدامات لازم رو در این باره انجام بده. و حالا بعضی از کشورها از جمله الجزایر، عضو غیر دائم شورای امنیت و آفریقای جنوبی که پرونده نسل‌کشی در نوار غزه رو به دادگاه لاهه برده بود علیه اسرائیل، به دنبال اجرای این حکم از طریق شورای امنیت سازمان ملل هستند. همونطور که تو اشاره کردی، وزارت خارجه الجزایر در بیانیه اعلام کرده که جامعه جهانی و اعضای شورای امنیت باید درباره اینکه چگونه این دادگاه لاهه رو بهش این رو الزام آور بکنن و بهش و اجرای قانونی بهش بدن عمل بکنن. مارتین گریفیث معاون دبیرکل سازمان ملل در این جلسه حضور داشت. معاون سازمان ملل در امور کمک‌های بشر دوستانه در واقع و درباره وضعیت در نوار غزه گزارش داد و او گفت که باید کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه افزایش پیدا بکنن و همچنین خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده. در این جلسه الجزایر درخواست داد که باید شورای امنیت تلاش بکنه که این آتش‌بس فوری هرچه زودتر اتفاق بیفته تا جلوی نسل‌کشی فلسطینیان گرفته بشه. او گفت که کشورهایی که جلوی آتش‌بس فوری رو در غزه میگیرن باید پیش خودشون فکر بکنن که چقدر این اقدامشون انسانی هستش. دیگر اعضای شورای امنیت هم فرداد خواستار آتش‌بس شدن، اما نماینده آمریکا در این نشست گفت واشنگتن با وجود دستور دیوان عالی بین‌المللی دادگستری همچنان با آتش‌بس مخالفه. لیندا توماس گرینفیلد گفت که در حالی که ما همه موافقیم که باید اقدامات بیشتری درباره تلفات غیر نظامیان صورت بگیره، باید این رو هم یادآور بشیم که دادگاه دستور آتش‌بس فوری رو نداده و در مرحله مقدماتی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده که نسل‌کشی یا نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط اسرائیل اتفاق افتاده یا داره اتفاق میفته. خب این به این معنی هست که هنوز ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل به شدت مخالف آتش‌بس هست، ولی آفریقا اعلام کرده، آفریقای جنوبی، که قرار هست که این قطعنامه که قرار به زودی ارائه بشه رو به در واقع در قسمت‌های دیگر سازمان ملل از جمله مجمع عمومی ارجاع بده. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از استودیوی ما در نیویورک. کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا تحقیقاتش رو در مورد همکاری آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی یا آنرا با حماس شروع کرده. دیروز مارکوس شف، مدیر عامل مؤسسه تحقیقات ایمپکت، در یک جلسه استماع شهادت داد و داده‌هاش رو از برنامه‌های آموزشی سازمان آنرا به کمیته روابط خارجی کنگره ارائه کرد. بعد از این جلسه گفتگویی داشتم با اریک آقاسی، معاون مدیر عامل سازمان ایمپکت، و ازش پرسیدم چطور اشتباهاتی به این بزرگی از سوی یک نهاد سازمان ملل که در منطقه حساسی مثل غزه فعالیت میکنه رخ داده و از دید جامعه بین‌المللی پنهان مونده. Yes, these revelations have been disgusting to say the least. بله، این افشاگری‌ها خیلی ناراحت کننده هستند. جایی که بعضی از کارمندان سازمان ملل مرزهای اسرائیل را رد کردند و در روبودن و قصابی کودکان، بریدن سر مردم و تجاوز جنسی به زنان نقش داشتند. اینها کارمندان سازمان ملل هستند که توسط جامعه بین‌المللی تأمین مالی میشن و این کارها را انجام دادند. سازمان آنرا یک مشکل سیستماتیک داره. اونا برای بیش از 20 سال با استفاده از کتاب‌های درسی به کودکان آموزش‌هایی دادند که منجر به حمله 7 اکتبر شد. و اگر ما از شر این آموزش ترور خلاص نشیم، نسل دیگه‌ای با نسخه دیگه‌ای از حماس رو در چند سال دیگه به وجود خواهند آورد. بزرگترین مشکل اینه که جامعه بین‌المللی توضیحات آن را در مورد چگونگی برخورد با نفرت پراکنی رو بدون چون و چرا پذیرفته. دیوان محاسبات آمریکا که یک سازمان تحقیقاتی، ارزیابی و حسابرسی برای کنگره آمریکاست، در گزارش سال 2019 خودش وزارت امور خارجه رو به خاطر پذیرفتن توضیحات آن را درباره مبارزه با نفرت پراکنی مقصر دونسته و نشون داده که کتاب‌های درسی آن را همچنان حاوی پیام
های نفرت هستند. جامعه بین المللی فکر میکنه جایگزینی برای آن را وجود نداره، در حالی که سازمان های دیگه سازمان ملل میتونن بلافاصله وارد عمل بشن. سایر نهادهای سازمان ملل میتونن فوراً و در مدت چند هفته همانند هر وضعیت بحرانی دیگه در جهان وارد عمل بشن و امکاناتی همچون سرپناه، غذا، آب و آموزش رو فراهم کنن. مشکل اصلی آن را اینه که نفرت پراکنی در تفکر تک تک کارمندای این سازمان ریشه دوونده و نیازه که این سازمان برکنار بشه. خیلی از مردم غزه در حال حاضر نیازمند کمک هستند و ارائه این کمک ها خیلی مهمه. تمام معلمای غزه عضو حماس نیستند. سازمان های دیگه سازمان ملل متحد مانند یونیسف میتونن آموزش ارائه کنند و خیلی از معلمایی رو که در ارتباط با حماس نیستن و حامی نفرت پراکنی نیستن مجدداً استخدام کنند. اونها میتونن ضمن آموزش معلما کتاب‌های درسی رو بازنویسی کنن و از همون تأسیسات مدارس آن را مجدداً استفاده کنند. محتوای جدید باید بر اساس صلح، انسان دوستی و استانداردهای یونسکو باشه، مثل اون چیزی که در سایر کشورهای منطقه مثل امارات، عربستان و مصر در حال تدریسه. در ادامه از آقای آقاسی نظرش رو در مورد جلسه استماع، سوالات اعضای کنگره و موضع فعلی آمریکا در رابطه با سازمان آن را پرسیدم. فکر میکنم اعضای کنگره به خوبی از وضعیت مطلع بودند که شنیدن این موضوع خیلی امیدوار کننده بود. اگر یک چیزی وجود داشته باشه که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها درباره اون به توافق رسیده بودند، با توجه به دشواری رسیدن به توافق در این دوران از کنگره، بعد آموزشی و کتاب‌های درسی بود که مؤسسه تحقیقاتی ما برای سال‌ها بر روی اون متمرکز بوده. اونها بر این موضوع توافق داشتن که این آموزش نمیتونه ادامه پیدا کنه و اگر یک چیز قابل تغییر باشه و بتونه مانعی فوری در برابر رادیکالیزه شدن و خشونت ایجاد کنه، همون کتاب‌های درسی باید باشه. اریک آقاسی بود، معاون مدیر عامل سازمان ایمپکت. وکیل حزب محافظه‌کار کانادا از کمیته تشکیل شده برای بررسی دخالت‌های خارجی خواسته ایران رو به لیست کشورهای مورد بررسی اضافه کنه. این کمیته با هدف حفظ دموکراسی، دخالت خارجی کشورهای روسیه، چین و احتمالاً هند رو در قالب گروه‌های دولتی و غیر دولتی در این کشور بررسی می‌کنه. حزب محافظه‌کار کانادا از کمیته خواسته کمپین ارعاب، سرکوب و دخالت ایران رو در کانادا در دستور کار قرار بده. به گزارش رسانه‌های کانادایی، دمیان رایان و آدام ریچارد پیرسن، دو شهروند کانادایی که به توطئه برای انجام قتل به دستور سرویس‌های اطلاعاتی ایران متهم شدند، فعلا به خاطر جرایم غیر مرتبط با این پرونده در بازداشت دولت کانادا هستند. مهسا مرتضوی از تورنتو و جزئیات بیشتر. در دومین روز تشکیل جلسه بررسی دخالت خارجی توسط کشورهای از جمله چین، روسیه، ایران و احتمالاً هند در کانادا، وکیل حزب محافظه‌کار از رئیس این کمیته خانم هوگ خواست تا رسماً ایران رو به لیست کشورهای مورد بررسی اضافه بکنه. ناندو دکارلو، وکیل حزب محافظه‌کار، با اشاره به آخرین مورد منتشر شده مبنی بر تلاش یک فرد ایرانی به نام شریفی زیندشتی برای استخدام دو قاتل کانادایی برای هدف قرار دادن دو نفر در آمریکا، گفته که تهدیدهایی که از طرف دولت جمهوری اسلامی در کانادا وجود داره تهدیدهای جاری و مداومی هست که دولت لیبرال کانادا به اندازه کافی به اونها نپرداخته. در این درخواست خواسته شده تا این کمیته دخالت خارجی جمهوری اسلامی در کانادا رو با توجه به تهدیدهای مداومی که علیه شهروندان ایرانی کانادایی هم وجود داره تا اونها رو سرکوب بکنه و در واقع دموکراسی رو مورد هدف قرار میده، خواسته شده تا به صورت دقیق‌تری به موضوع ایران در این کمیته پرداخته بشه. با توجه به اینکه گفته شده در انتخابات سال 2019 و 2021 دخالت خارجی از کشورهای چین، روسیه و ایران تونسته در نتیجه انتخابات تاثیرگذار باشه، حالا با توجه به اینکه به انتخابات سال آینده هم نزدیک میشیم، انتخابات دولت فدرال کانادا در سال 2025، این کمیته تشکیل شده به درخواست احزاب مختلف تا بتونن بررسی‌های لازم رو انجام بدن، تا بتونن
دخالت خارجی رو در نتیجه انتخابات به حداقل برسونن. در مقاله های مختلفی که در این مورد به چاپ رسیده امروز و در نشریات مختلف دیده میشه از جمله گلوب اند میل و نشنال پست اشاره شده به گزارش گلوبال نیوز مبنی بر حضور حداقل 700 نفر از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا که کارهای جمهوری اسلامی رو در این کشور تسهیل میکنن و این یک تهدیدی هست که به گفته وکیل حزب محافظه‌کار دولت کانادا یک تهدید جاری و مداوم در کاناداست. این کمیته قرار هست تا پایان ماه فوریه یعنی ماه آینده میلادی گزارش ابتدایی خودش رو مبنی بر دخالت خارجی تسلیم بکنه و تا پایان سال 2024 گزارش رو نهایی بکنه. مهسا مرتضوی، تورنتو. حکم اعدام عباس دریس بعد از رد درخواست اعاده دادرسی تایید شد و او حالا در خطر جدی اعدام قرار داره. عباس دریس از شاهدان درگیری‌های آبان ماه 98 در نیزارهای ماهشهر. دریس به اتهام دست داشتن در کشته شدن یک فرمانده نیروی گارد ویژه به اعدام محکوم شده. به رغم اون که خانواده مقتول باوری به قاتل بودن عباس دریس ندارن و بنابر گزارش از شکایت صرف نظر کردن، اما این حکم عیناً در دیوان عالی کشور هم تایید شده. همسر عباس دریس بعد از شنیدن صدور حکم اعدام شوهرش در دادگاه بدوی به دلیل فشارهای روحی درگذشت. دریس که ساکن شهرک جراحی ماهشهر بوده دارای 3 فرزنده. فرزند 15 ساله او بعد از زندانی شدن پدر و مرگ مادرش در کنار تحصیل با کار در یک انبار ضایعات آهن معیشت خانوادهش رو تامین میکنه. فرشته تابانیان وکیل عباس دریس در گفتگو با روزنامه شرق گفته در نیزار ماهشهر بر اثر فعل و انفعالات رخ داده مردم و آقای دریس مجبور به دفاع از خودش شده بودند و با توجه به گذشت خانواده صیادی اجرای حکم اعدام عباس دریس خلاف شرع. رقیه رضایی عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد این پرونده پیچیده؟ سلام به شما و بینندگانتون. ببینید در مورد پرونده آقای دریس اینطور بود که بعد از اینکه دادگاه تجدید نظر در واقع دادگاه تجدید نظر حکم رو تایید کرد، حکم اعدام ایشون رو به اتهام محاربه از طریق در واقع استفاده از سلاح، خب وکیل ایشون پرونده رو به دیوان عالی کشور ارجاع داد، درخواست اعاده دادرسی کرد. در مرداد ماه این درخواست پذیرفته شد، حکم اعدامی که برای ایشون صادر شده بود در واقع متوقف شد. اما بعد از چند ماه همزمان هم بود، لازم این رو توضیح بدم که این در واقع توقف حکم اعدام همزمان بود با توقف حکم اعدام محمد قبادلو، جوان 23 ساله‌ای که هفته پیش جمهوری اسلامی او رو به قتل رسوند. این همزمانی میتونه از یک جهت بسیار حائز اهمیت باشه، با توجه به اینکه هر دو پرونده در واقع در دیوان عالی کشور پذیرفته شده بودند و بعد در واقع پرونده به شعبه هم‌ارز در واقع ارسال شد و در اونجا رأی قبلی تایید شد. این نشون میده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چیزی رو که به ارث گرفته بود از در واقع نظام قضایی پیش از انقلاب، یعنی اون سلسله مراتبی که اون مراحلی که در دادرسی وجود داشت و جمهوری اسلامی بارها و بارها اینها رو به سخره گرفته، بار دیگر بی‌اعتبار هست و نظام جمهوری اسلامی حتی حاضر نیست به رونماها، به ظواهر امر هم اهمیتی بده. این که ما می‌بینیم که حکم دادگاه، حکم شعبه هم ارز دقیقاً با وجود ایراداتی که وجود داره، با وجود در واقع بحث اینکه خانواده آقای صیادی کسی که کشته شده در نیزار ماهشهر معتقدن که آقای دریس قاتل فرزندشون نیست، دارن اینها در واقع حکم اعدام رو تایید کردن و قصد دارن که انجامش بدن. این نشون دهنده این هست که همونطور که عرض کردم نظام قضایی جمهوری اسلامی اعتقادی به این قضایا نداره، اعتقادی به اون مراحلی که متعهد هست که اجرا بکنه نداره و بار دیگر نشون میده که چقدر وابسته هست به نیروهای امنیتی. خانم رضایی، نمیدونم میکروفونتون به دستتون میخوره یا روی پیرنتون هست، هرچه هست صدای خشخش داره، اگر بتونید جایی بذارید که
بله. ممنون میشم ازتون. فقط هم این پرونده نیست دیگه، به یاد داریم پرونده آقای قبادلو، پرونده دیگر هم همین حرف و حدیثا در موردشون بود، در مورد نحوه اعاده دادرسی، در مورد نحوه رسیدگی در دیوان عالی، و به نظر میاد که پرونده های این چنینی که حکمای سنگین اعدام دارن هر هفته دارن حالا اجرایی میشن. بله دقیقا همینطوره. ببینید این همطور که عرض کردم خدمتون، بحث اعاده دادرسی ها و این مسائلی که ما داریم میبینیم، یعنی این اعدام های پی در پی، حقیقتا من رو به یاد دهه 60 میندازه، به عصر وحشتی که نظام جمهوری اسلامی در سکوت بین المللی و در مسئولیت بین المللی به قتل عام مردم ایران، به قتل عام زندانی سیاسی می پرداخت. من فکر میکنم حقیقتا این که الان سفر خانم ندا نشیف در واقع به ایران در حال وقوعه و نظام جمهوری اسلامی ماشین کشتارش رو با این سرعت داره پیش میبره، کسانی رو که قبلا یک بار حکمشون رو متوقف کرده، کسانی که در واقع فعالان مدنی و سیاسی بارها به بیگناه بودنشون اشاره داشتن، داره اعدام میکنه. این نشون دهنده ایه که واکنشی رو که لازمه برای اینکه جلوگیری بکنه از چنین رفتار در واقع قاتلانه و وحشیانه ای از سمت نظام بین المللی نمیبینه و بنابراین برای خودش مسئولیتی میبینه. از طرف دیگه من میخواستم دوباره برگردم به پرونده آقای دریس و بررسیش بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاده. من یادم هست با یکی از شاهدان نیزار ماهشهر صحبت میکردم، ایشون خودش به چشم خودش دیده بود که ماموران نوپو و ماموران نیروی انتظامی که اونجا مسلح بودن و روی مردم گلوله باز کرده بودن، رگبار باز کرده بودن، در واقع خودشون رو به قتل رسوندن. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده که افرادی که به حاشیه رانده ترینن، افرادی که از اقشار بسیار ضعیف جامعه ایران هستن، اونها رو قربانی وضعیتی که خودش مسبب اونه بکنه، اینجا بار دیگه قصد داره که جان آقای دریس رو بگیره. ما ایشون میدونیم که ایشون از مردم عرب اهوازی هستن، ایشون در وضعیت بسیار نامساعد اقتصادی هستن، فرزند ایشون کودک کاره. این که جمهوری اسلامی میخواد کسانی رو که صدا ندارن به قتل برسونه بابت جنایات و اشتباهات خودش، دستور حمله اون روز رو مردم نداده بودن، نیروهای نظامی و انتظامی داده بودن که در واقع نتونستن مسالمت‌آمیزترین خواسته مردم رو، اعتراضشون به نانشون، اعتراض به این که اگر شما بنزین رو گرون بکنید، ما که بر سرزمین نفت نشستیم، ما که در اینجا در واقع اجدادمون حضور داشتن، ولی حالا به واسطه این که شما دارید کشور رو بد اداره میکنید، ما مجبوریم به قیمت بیشتری، بهای بیشتری بابت بنزین مصرفیمون بدیم، اعتراض میکردن رو اینجوری دارن ازشون انتقام میگیرن و صداشون رو در واقع میخوان خاموش بکنن. ممنونم از شما رقیه رضایی از تحریریه ایران وایر با ما. در استکهلم سوئد شماری از ایرانیان با تجمع مقابل پارلمان کشور خواهان فشار بیشتر بر حکومت ایران برای آزادی احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی شدند. آقای جلالی از 7 سال پیش به اتهام جاسوسی و ارتباط با کشورهای متخاصم بازداشت شده و در خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارد. همکارم مهران عباسیان از محل این تجمع گزارش میده. اینجا مقابل پارلمان سوئد امنستی یا سازمان عفو بین‌الملل تجمعی اعتراضی رو برگزار کرده. این تجمع در حمایت از احمد رضا جلالی. احمد رضا جلالی پژوهشگر و پزشک ایرانی سوئدی که از سال 2016 در ایران دستگیر شد و بعد از اون به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به او حکم اعدام داده شد. بارها این خطر برای احمد رضا جلالی وجود داشت که به انفرادی بره و حکم او اجرا بشه. بعد از دستگیری حمید نوری و دادگاهی او، زمزمه هایی شنیده شد که احمد رضا جلالی قراره با حمید نوری مبادله بشه. اما اینجا امروز مسئولین امنستی به این اشاره داشتن که اونها خواهان مبادله احمد رضا جلالی با حمید نوری یا هر زندانیه دیگه‌ای در اروپا نیستن. اونها به این اشاره داشتن که احمد رضا جلالی بیگناه دستگیر شده و خواستار این هستن که هر چه زودتر احمد رضا جلالی آزاد بشه. استاپ اکزیکیوشن! استاپ اکزیکیوشن! استاپ اکزیکیوشن!
کسایی که در مورد حقوق بشر کار میکنن و حتی خود من خواستار این هستم که احمد رضا رو آزاد بکنن، چون احمد رضا بیگناه هست و احمد رضا مشخصه که گروگان گرفته شده و امیدوارم جمهوری اسلامی دست از این گروگانگیریش برداره و احمد رضا رو بارها برده به خاطر شهروندانی که اینجا داشته تو زندان، برده انفرادی به خاطر اینکه تهدیدش بکنه که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. امروز ما اینجا جمع شدیم بگیم که دولت سوئد باید تمام تلاشش رو بکنه به هر طریقی که میخواد آزادش بکنه احمد رضا رو. به جز احمد رضا یه شهروند دیگه هم الان گروگان گرفته شده. امیدوارم که تمام تلاشش رو بکنه برای آزادیش، چون 8 ساله که ناعادلانه بدون هیچ جرم، اینکه جرمی مرتکب شده باشه، زیر حکم اعدام داره به سر میبره. خواسته اصلی این معترضین که عکس احمد رضا جلالی و اعدامی‌های روزهای اخیرم در دست دارن یک چیزه، اون هم آزادی احمد رضا جلالی و تمام زندانیان سیاسی در ایران. مهران عباسیان، سوکول. عربستان سعودی برنامه آرامکو برای افزایش تولید نفت رو متوقف کرده. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته این عقب نشینی به دستور دولت عربستان سعودی احتمالاً نشان دهنده چشم‌انداز ضعیف‌تر برای تقاضای نفت این کشوره. گزارش میگه وزارت انرژی عربستان سعودی به شرکت آرامکو دستور داده که به جای افزایش ظرفیت تولید به 13 میلیون بشکه در روز، حداکثر ظرفیت پایدارش به میزان 12 میلیون بشکه در روز رو حفظ کنه. عربستان بزرگترین صادرکننده نفت خام در جهانه و شرکت آرامکو منبع اقتصادی مهم این پادشاهی خلیج فارس به شمار میره. کارشناسان میگن این تصمیم نشون میده ریاض چندان مطمئن نیست جهان به ظرفیت اضافی تولید نفت نیاز داشته باشه و مبلغ لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر در جای دیگری هزینه بشه. همزمان بلومبرگ هم نوشته آرامکو برای جذب دست کم 10 میلیارد دلار برنامه عرضه سهام این شرکت رو دوباره آغاز میکنه. سارا بخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن با ماست. خانم بخشوری، این چه تصویری به ما میده از نگاهی که سعودی‌ها دارن به آینده بازار انرژی؟ چیزی که مشخصه اینه که خب به هر صورت در آینده سهم انرژی‌های نو بیشتر خواهد شد در سیستم انرژی دنیا. اما یک نکته که مهم هست اینه که بسیاری این رو یک موضوع کوتاه مدت می‌بینن و بحث می‌کنن که آیا تقاضا به سرعت کم خواهد شد، که این احتمال وجود نداره. چند تا چیز مهمه. اینکه در آینده اگر نیازی باشه، خب عربستان همیشه میتونه این تصمیم رو عوض کنه. نکته دوم اینه که این سرمایه گذاری که داره میشه برای افزایش ظرفیت مازاد تولید عربستان همونطور که خودتون تو گزارشتون نشون دادین، ظرفیت تولید 12 میلیون بشکه در روز داره، ولی امروز نزدیک به 9 میلیون بشکه، زیر 10 میلیون داره تولید میکنه. بنابراین اون 2 میلیون بشکه‌ای که عربستان همیشه به صورت ظرفیت آزاد نگه داشته، آیا نیازی هست که میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کنه که اون رو به 3 میلیون بشکه برسونه؟ در این صورت خیر، این در این برهه زمانی این استراتژی رو ندارن که بخوان برای بازار و سرمایه‌گذاری روی افزایش مازاد ظرفیت برنامه ریزی کنن. اما برای حفظ ظرفیتشون در اندازه که هنوز هست و 12 میلیون بشکه در روز، همچنان سرمایه‌گذاری میکنن. سعودی‌ها میگن که اونطوری که گزارش نیویورک تایمز اشاره میکنه که نمیبینن که چنین ظرفیتی در بازار وجود داشته باشه برای درخواست انرژی. حالا من نمیدونم واقعا نیتشون عرضه و تقاضا بوده یا میخوان قیمت نفت رو بالا نگه دارن، ولی با فرض اینکه این تصور درست باشه که موضوع عرضه و تقاضا بوده، چه تصویری به ما میده در مورد توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی جهان در سال پیش رو؟ بله، مجدد میخوام این رو توضیح بدم که این افزایش، این سرمایه گذاری که برای 13 میلیون بشکه میشده برای آینده است، نه برای فرض کنین امسال تولید امسال. امسال عربستان زیر 10 میلیون بشکه تولید میکنه و میتونه حتی تا 12 میلیون افزایش بده تولید نفتش رو در سال جاری. حالا بر اساس کدوم منبع شما اشاره کنین، بین 1.2 تا 2 میلیون بشکه افزایش تقاضا داریم و در طرف دیگه از کشورهای مثل
برزیل، مخصوصا آمریکا، گایانا و کانادا افزایش تولید داریم. بنابراین بازار امسال یا سال دیگه به صورت متعادل هست و این تصمیم عربستان تأثیری روی قیمت‌ها نخواهد گذاشت. این نتیجه این تصمیم خودش رو میتونه در سال‌های آتی نشون بده و همینطور گفتم در مورد میزان مازاد ظرفیتی که عربستان میتونه نگه داره، نه ظرفیت اصلی که میتونه تولید کنه. هرچی به آینده دورتر نزدیک بشیم واقعا مشخص نیست که چقدر تقاضا برای انرژی تغییر میکنه. برنامه‌های محیط زیستی مسلما امیدوارن که تقاضا برای نفت رشد شدیدی نکنه، ولی واقعا اطمینان دقیقی وجود نداره که چقدر نفت نیاز هست و به هر صورت مصرف نفت در محصولات پتروشیمی مثل پلاستیک که هر ماشینی حتی الکترونیکی هم باشه اون بدنه ماشین از نفت تولید شده و همینطور محصولات دیگه مثل رنگ و محصولات دیگه که جایگزینی برای نفت وجود نداره نشون میده که تقاضا برای نفت قوی خواهد موند، اما ممکنه رشدش به اون سرعتی که در سالهای گذشته بوده نباشه. منطقه هم بسیار متشنج هست. چقدر فکر میکنید که احتمال یک درگیری و مختل شدن تولید انرژی چه در ایران چه در عراق ممکنه تأثیر بذاره روی تصمیم سعودی ها؟ مجددا این تصمیمی که سعودی گرفته نتیجه اون در آینده طولانی مدت خواهد بود، در کوتاه مدت نیست. اگر درگیری در منطقه و در جای از دنیا باشه که موجب بشه یکی از تولید کننده های بزرگ انرژی به هر نحوی تولید و صادراتشون و ارزششون به مخاطره بیفته، عربستان همین امروز فرض کنید یا فردا میتونه 2 میلیون بشکه اضافه در بازار وارد کنه و اگر شما به فرض کنید صادرات ایران نگاه کنید، باز بر اساس حالا کدوم منبع شما بخواید برید، بین 1.5 میلیون بشکه نفت ایران کل صادراتش هست، حالا در بیشترین حالت اگر در نظر بگیرید، و عربستان بیش از اون رو میتونه وارد بازار کنه. بنابراین من میخوام همینجا دوباره تاکید کنم که این تصمیم تاثیر دراز مدت داره و روی کوتاه مدت اینکه تا امسال یا سال دیگه چه اتفاقی در بازار میفته تأثیری نمیذاره. ممنونم از شما سارا وخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVP از واشنگتن. و در مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا تیم ملی فوتبال ایران با برتری در ضربات پنالتی مقابل سوریه پیروز شد. ایران بعد از تساوی 1-1 با سوریه در وقت‌های معمول و اضافه با ضربات پنالتی از سد شاگردان کوپر گذشت تا حریف ژاپن در مرحله بعد بشه. ایران در دقایق آخر با اخراج مهدی طارمی 10 نفره به مسابقه ادامه داد. همکارم احسان اکبری از لندن با ماست. اینجا در استودیو خبر هم می‌دیدم که همه چششون به تلویزیون هست، به خصوص در اون لحظات حساس آخر با اخراج یکی از بازیکنان تیم ملی ایران و رسیدن بازی به پنالتی. فرداد، ما انتظار نداشتیم بازی گره بخوره. فکر می‌کنم عدم آمادگی روحی بازیکنان یا شاید دست کم گرفتن تیم سوریه و انگیزه زیاد تیم سوریه در تقابل با ایران باعث شد که بازی برای ما گره بخوره. اگر شما اوایل بازی رو کامل نگاه می‌کردید به نظر می‌اومد که ایران 2-0 یا 3-0 در نهایت برنده بازی بشه، اما خب کار به گره خورد و واقعاً اونهایی که هوادار تیم ملی بودن شاید کارشون به سکته هم کشید، انقدر هیجانی شده بود دقایق آخر. ایران 10 نفره بود، به شدت تحت فشار بود، اما در نهایت تونست ببره بازی رو. بازی که به نظر می رسید که ما اسیر تاکتیک های هکتور کوپر نامدار شده بودیم، تو اون حسابی هکتور کوپر تونسته بود دست ما رو بخونه، در خط دفاعی بازی رو حسابی بسته بودن برای مهاجمای ما. البته که مهاجمای ما موقعیت های زیادی داشتن بعد از اینکه گل اول رو زدن، اما خب نتونستن استفاده کنن. در نهایت ما فقط تونستیم روی یک ضربه پنالتی دروازه تیم سوریه رو باز کنیم. به نظر می اومد که بعد از اون گل کار ما راحت تر بشه، اما خب کار گره خورد. اشتباهاتی که ما در خط هافک و در خط دفاعی داشتیم باعث شد که تیم تحت فشار قرار بگیره. مهدی طارمی یک حرکتی کرد که اصلا تو فوتبال اروپا به اون معروفه، تمارز کردن، خیلی کاریه که مهدی طارمی خیلی انجام میده و خیلی وقتا موفق، این بار ناموفق بود. کارت زرد آماتورگونه میتونم بگم گرفت و
در نهایت اومد جبران کنه اون اشتباهات خط دفاعی، کارت زرد دوم گرفت، اخراج شد. تاریخ برای مهدی طارمی تکرار شد. 4 سال قبل در مسابقات جام آسیایی که تو امارات برگزار میشه سال 2017، اونجا هم مهدی طارمی یک بازی حساس برابر ژاپن رو از دست داد. اونجا تیم ملی ایران باخت به ژاپن. حالا الان دوباره تاریخ تکرار شده. حداقل من به عنوان یک فوتبال امیدوارم که اون فاجعه سال 2017 تکرار نشه و ما شکست تحقیرآمیزی برابر ژاپن نداشته باشیم. همه منتظر بودن که چالش برای تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی آغاز بشه. ابتدا پیش بینی میشد که ایران با کره جنوبی بازی بکنه، اما خب قرعه یک جوری عوض شد به خاطر نتیجه کره جنوبی گرفت. حالا ما در برابر قدرتمندترین تیم آسیا باید قرار بگیریم روز شنبه. نکته‌ای که هست اینه که خسته هستن بازیکن تیم ملی و میانگین سنی ما از اکثر تیم‌هایی که مرحله حذفی هستن بیشتره، باعث میشه که شاید این خستگی و این فاصله کم بازی یک مقدار تحتش قرار بگیره. اما خب چالش تیم ملی و چالش امیر قلعه‌نویی فقط این نیست که بازیکنهای ما خستن یا بازیکنهای ما یا مهدی طارمی ستارمون رو نداریم. چالش اصلی که تیم ملی ایران باهاش روبروه فرداد همین تماشاگران اجاره‌ای هستند که ما الان تصاویرش رو داشتیم میدیدیم. چالششون اینه که تیم ملی ایران رو برخلاف 2 دهه قبل، شاید بگم حتی 1 دهه قبل، مردم این تیم ملی رو همراهی نمی کنن. در شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم خیلی ها منتظر باخت نماینده ایران در جام آسیایی بودن. هنوز مردم، بخشی از مردم، حالا نمیخوام بگم همه مردم، بخشی از مردم اون ناراحتی، اون دلزدگی رو نسبت به بقایای سال گذشته از تیم ملی دارن و همین باعث شده که تیم ملی اون محبوبیتی که همیشه ما در تاریخ سابقه سراغ داشتیم و نداشته باشه. خیلی الان حرف این رو میزنن که ما مثلا با به دست آوردن جام میتونیم دل مردم رو به دست بیاریم، اما خب من نظرم رو بخوام بگم، مردم به خاطر جام نگرفتن با تیم ملی قهر نکردن. مردم به خاطر عدم همراهی بازیکنای تیم ملی، ستاره های تیم ملی با اون موقعیت تاریخی که سال گذشته ما داشتیم از تیم ملی دل زدن و با جام گرفتن بر نمیگردن. خیلی فرصت کوتاهی داریم تو 10-15 ثانیه، اگه بخوای پیش بینی بکنی علارغم خستگی و نبودن طارمی نتیجه بازی ایران و ژاپن به نظرت چه خواهد شد؟ پیش بینی که نشدنیه، ولی خب فکر میکنم قاعده فوتبال فرض اینه که ایران در برابر ژاپن ببازه. اگر ببره ژاپن رو اتفاق عجیبیه، همونجور که اگر سوریه ایران رو میبرد اتفاق عجیبی بود. فکر میکنم که کار تیم ملی در مرحله یک چهارم نهایی تموم هست، ولی خب امیدوارم که باز هم یک بازی یک شانس دارن بتونن یه جوری دل مردم ایران رو به دست بیارن. ممنونم از تو همکارم احسان اکبری از لندن با ما و ممنونم از شما.